حتما خبر دارید که روزانه هزاران نفر از گوشه و کنار میهن عزیز ما به جمکران میرن برای اینکه سری بزنن به امام زمانی که به قول اونها ته چاه و پولی بدن یا درخواستی داشته باشن، اما مثل اینکه همشون دارن اشتباه میکنن. من برخورد کردم با صحبت‌های یکی از بزرگان مذهب که راجع به امام زمان صحبت می‌کرد و ایشان معتقده که در زمان پادشاه ایران امام زمان در تهران ازدواج کرده با یک دختر تهرانی و این دختر تهرانی که با امام زمان ازدواج کرده اصلا به مدرسه نرفته، چون زمان شاه نباید به مدرسه میرفته، با سواد میشده. نمیدونم، به هر حال خیلی دختر پاک و سربزیر و نجیبی بوده که زن امام زمان شده. البته شاید باورتون نشه، اما بعضی ها وقتی که با لباس روحانیت برای ما صحبت میکنن باید باورمون بشه، به ویژه در مورد بزرگان مذهبشون. جالبه، نگاه کنید. ببین برادر بزرگوارم، این رو بارها سوال کردن، هم ما جواب دادیم، هم حضرت آیت الله طبسی در برنامه به سوی ظهور جواب دادن. این که حضرت ولیعصر ارواح نافدا زن بچه دارد یا ندارد، نه جزء اصول دین نه جزء فروع دین است. در بعضی از روایات داریم بر این که حضرت زن بچه دارند، اولادی دارند، ولی اولادشون ایشون رو به اون شکل نمیشناسن و نمیدانن که مثلا این پدر اونها حجت الهی هست. چه بسا زن همسران حضرت ولیعصر هم نشناسن. در بعضی از روایت هم داریم که نه، البته بنده خودم عقیده شخصیم با توجه به خلاصه برنامه هایی که از بعضی از اولیاء خدا شخصا شنیده ام، بر این عقیده هستم حضرت ولیعصر ارواح نافدا به سنت جد بزرگوارشون ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی عمل میکنن. و افرادی، یکی از اساتید بزرگوار من، حالا نمیدونم الان در قید حیات هستن، خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفتن خدا درجاتشون رو بیشتر کنه، جناب آقای گل محمدی نقل میکرد از یکی از اولیای الهی که حضرت رو میدید میشناخت، بعد میبینه که یکی از چند روزی این حضرت ولیعصر ارواح نافدا میاد در داخل کوچه زمان شاه تو تهران، برای شما عرض کنم، میره میاد، یه مقداری براش مسئله بوده کجا میره. خلاصه بعد متوجه میشه مثلا پلاک فرض بفرمایید 154، بس بعد به خانوادهش اینا میگه مداری با اینا رفت آمد داشته باشید، ببینیم که ایشون که داره میره اونجا چه ارتباطی دارد. این رو من با یک واسطه دارم عرض میکنم، برای شیعیان این هدیه‌ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها. بعد ایشون میگفت خانمش رفت آمد میکنن، خلاصه یه مقداری میبینه که این پدر صاحب خونه همون از اهل مسجد میاد میرد اینها. بعد خلاصه خانومش میره سوال میکنه که این آقایی که میاد اینجا میره کی هست؟ میگه این داماد ما هست. میگه اسمش چیه؟ میگه اسمش سید مهدیه. گفت چطور آدم؟ گفت خیلی آدم خوبیه، به قدری آدم خوبی. شروع میکنه تعریف تمجید کردن اینها. بعد معلوم میشه اصلا پدر مادر هم ایشون رو نمیشناسن. بعد ایشون تعجب میکنه که در محیط تهران با اون وضع این دختر چه مرتبه ای از کمالات و تقوا داشت که لیاقت همسری آقا حضرت مهدی ارواح نافدا رو دارد. بعد یه مداری بررسی میکنه، میگن آقا این دختر خانمیشون از همون دورانی که خوب بد رو تشخیص داده، اولا تهجد نماز شبش ترک نشده، یک نامحرم هم ایشون رو ندیده، پیش پدرش هم قرآن و درس اینا رو هم خوانده، به مدرسه زمان شاه هم نرفته. خب اینها حجت های الهی هست بر این که برای ما کاملا روشن و واضح بشه، یعنی اینها بعید نیست.